سلام و درود خدمت همه عزیزان در ادامه مبحث پوست میخواستم به یه سری نکات دیگه اشاره کنم خدمتون یه مسئله که الان خیلی پیش اومده و خیلی عزیزان سوال میکنن این هست که چرا صدای سازشون تیز شده ببینید دقت کنید یه موزلی که توی ساز تنبک هست و مخصوصا سازهای پوستی چون نسبت به رطوبت هوا واکنش نشون میدن شل یا سفت میشن اینه که تغییر صدایی توشون ایجاد میشه ما توی فصل‌های سرد ببینید رفتی به سرما و گرما نداره بعضی دوستان اشتباه می‌کنن یعنی میگن هوا سرد شد نه ما کاری به سرما و گرما نداریم ما کار به رطوبت داریم رطوبت هست که روی پوست و صدای ساز ما تاثیر میذاره توی فصل‌های سرد چون رطوبت هوا کم میشه شما اگه دقت کنید این رطوبت هوا میاد پایین این باعث میشه که پوست خوش همجور میبینه خود انسان هم توی فصل لای سر دستشو کرم میزنه دستا خوش میشه ترک میخوره این به خاطر نبود رطوبته این دلیل باعث میشه که کوک سازها بیاد بالا تقریبا نیم پرده یه پرده کوک ها بالاتر میاد و صدای تیزتری نسبت به فصل قبل میشه ولی خب ما چون اکثر ماهای سال رطوبت داریم شاید بگم هشت ماه سال ما رطوبت رو داریم برای همین ما اکثر سازهایی که آماده میکنیم نسبت به اون هشت ماه یعنی ما نمیایم ساز و مثلا بم بگیریم که توی سون، توی زمستون که کوک میاد بالا بگیم که خب صدا الان میشه متوسط خون همونجوری هم که میدونید که بازه های طیف های صدایی ما صدای بم هست متوسط خون یا خوشخون و صدای زیر یا تیس خب ما هر نسبت اینا رو صدای ساز رو بگیریم پس توی زمسون نیم پرده تا یک پرده کوک میاد بالاتر برای همین باید توی انتخاب سازتون خیلی دقت میگم الان موردی که خیلی پیش میاد دوستان عزیز به ما پیام میدن یا زنگ میزنن میگن که کوک ساز ما خیلی رفته بالا و میخوایم پوست سازمون عوض کنیم ببینید شما اگه بخواید این کار رو کنید هر سال باید دو بار حداقل پوست سازتون عوض کنید توی زمستون عوض میکنید چون کوک سازتون اومده بالا دوباره توی تابسون ساز افت میکنه برای همین بهترین پیشنهاد این هست که حداقل نوازندگان که نوازنده حرفه هستن این سازو انتخاب کردن که ادامه بدن بهترین حالت این هست که حداقل دو تا ساز داشته باشن ببینید این ساز ساز کوکی نیست که بخوایم کوکش کنیم پرده بره بالا بیاد پایین و اون صدای دلخامون رو بگیریم الان کاری که میکنم من خودم هم همینجوری یه سازی مختص مثلا فصل زمستون هست که کوچ خیلی پا... پایین هست و تو زمستون به حد مطلوب میرسه من با اون ساز میزنم وقتی هم که رطوبت هوا اومد و اون ارزم بزرگتون رطوبت مطلوب شد یه ساز دیگه انتخاب میکنم سازی انتخاب میکنم که کو... کوکش مناسب اون فصل باشه پس بهترین کار این هست زمانه قدیم ارزم بزرگ یکی از یه تعدادی از سازنده اومدن ساز کوکی اختراع کردن برای ساز تومک آقای قمری مهر اول اختراع کردن آقای هلمی اومدن ایشون هم پیاده سازی کردن روی ساز ولی جوابگو نبود چون باعث میشد که پوست خیلی صف و اون تو اصطلاح میگن کریه ساز ساز کر میشد خوب صدادهی خوبی نداشت برای همین با توجه به ویژگیها و امکانات الان بهترین کار این هست که ما حداقل دو تا ساز داشته باشیم ولی دوستانی که یه ساز دارن حالا دو تا ساز ندارن یا نمیخوان تهیه کنن تو فصل های سرد بهتر است که یک مقداری سطح پوست رو خیس کنن با کف دست یه مقدار یه مقدار سطح پوست رو خیس کنن یه مقدار رطوبت پوست بگیره کوک بیاد پایین این سه چهار ما رو تحمل کنن تا انشالله فصل عوض شه و مشکلی نداشته باشن میگم اگر کوک ساز پایین باشه توی زمستون خوب میخونه ولی تو هشت ماه سال دا دائم میبینید سازتون افت میکنه صدای خیلی خیلی بمی میده برای همین بهتر است که این کار رو با دادن رطوبت موقت بساز انجام بدید این در خصوص بحث کوک ساز بود توی های مختلف یه بحث دیگه هست در خصوص زنگدار بودن صدا ببینید بعضا زنگدار بودن و با صدای تیز اشتباه میگیرن ببینید تیزی صدا یه بحث زنگدار بودن این صدا هم یه بحث ما تو ساز متوسط خونم میتونیم صدای زنگدار داشته باشیم زنگداری قشن از اسمش هم معلوم مثل ناقوس کلیسایی زنگی توی ساز هست که بعضی اساتید خیلی مثل استاد اسماعیل خیلی خیلی براشون مهم هست و اینو از آیتم های صدادهی خوب میدونن ولی تیزی با در اثر کشیدگی زیاد پوست تیز بودن و صدا فر به قولن فرکانس بالا باعث میشه که صدای تیز باشه برای همین اینم هم گفتم خدمتون که تو انتخاب ساز بتونه کمکتون کنه اینا آیتم ها و چیزهایی است که شما در خرید ساز باید بهش دقت کنید یه بحث دیگه هم که باز مختص پوست میشه باید دقت کنید بحث نوازندگی هست در هر مکتب و سبک و نوع نوازندگی سلیقه ها متفاوت هست نوع صدایی که میپسندن متفاوت هست که اون هم باز برمیگرده به نوازندهایی که خب مکتب خودشون رو انتخاب کردن و یه مقداری جلوتر رفتن و میدونن میخوان چه سبکی کار کنن بعضی عزیزان هستن صدای بم دوست دارن بعضی متوسط خون دوست دارن بعضی تیز که این یه بحث سلیقه است ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم این بهتر یا بد فاکتورهای خوب و بد بودن صدا رو من خدمتون گفتم صدا خیلی نباید بم یا افت... بیش از حد بم با باشه افتاده باشه خیلی بیش از, از تیز نباید باشه البته خب هم کاربردهای خاص خودشو داره ولی بهترین صدایی که خود من میپسندم و مخصوصا برای داشتن یه ساز هست صدای متوسط خون یا تو اصطلاح میگن خوشخونه که تو فضل زمسون اونقدر کوک بالا نمیاد که ازتتون از کنه تو تابستون هم اونقدر را افت نمیکنه یه چ... چیز متوسط هست که کلا تو بحث انتخاب ساز بهتره که همه چیز متوسط انتخاب بشه امیدوارم با اطلاعاتی که دادم خدمتون بتونید در انتخاب ساز گزینه بهتری انتخاب کنید تا مبحث دیگر شما به خدا میسپارم